بس میکنم با خوی نجیب الرحمن شمال آگاه رابطه بین الملل که از طریق خط اسکایپ از آلمان با ما وصل هستن. شمال سب شما را به بس خوش آمدید میگم. سخنان وزیر خارجه ازبق ایران را چگونه بررسی میکنین؟ آیا ایران در حال حاضر یا این گفته ها بیشتر به فرافگنی و خود بزرگ بینی میمانه و هم واقعا ایران حدود 20 چند سال پیش نقش قابل توجهی در شکل گیری حکومت آن وقت در افغانستان داشته؟ عرض سلام خدمت شما و این سه محترم امکاران تحقیق و همراه بینده های عزیز شما. ببینید کشور عزیز ما افغانستان متاسفانه طی سالیان گذشته یا تقریبا نیم قرن گذشته همیشه مورد اهداف سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی کشورهای بزرگ دنیا و جمله کشورهای همسایه بوده است. زمانی که در سال 2001 امریکا تصمیم به این بگیره که از عمله عملاتی که در 9 سپتامبر صورت میگیره در امریکا، اینا تصمیم به برکناری یا عزل حکومت طالبان در افغانستان بگیره، ما فکر میکنم که در اون زمان مسئله طالب و حکومت مطرح نبود. فقط سیاست امریکا با بهانه اینکه گویا تروریسم در افغانستان تقویه شده و از طریق راه اندازی پلان های تروریستی و عمله بر امریکا هم صورت گرفت و این رهبری البته کار القاعده بود که گویا دوام میشه که در افغانستان هم آمد طرح شده بود تا رهبر القاعده در افغانستان وجود داشتن. اما باز جازم سمته بری به مسئله تدویر کنفرانس بن، یکی از ناکامترین کنفرانس های یاد بود در مورد افغانستان متاسفانه رقم بود. اول خواهی که در این کنفرانس یا باسه نگونی دوری اول طالبان اونجا تفکیه که بین طالب و خوب باید وجود نداشتیم که آقای ظریف جواد ظریف وزیر خارجه از فق ایران در این موارد دوام میکنند. این دیدگاه خودشون شاید باشه و که کشورهای دنیا مخصوصا کشورهای همسایه افغانستان تانستان در قسمت تعیین حکومت ها و که مطابق به خواست اراده خودشان به خاطر تقاضای اونچنان رسیدن به اهداف سیاسی و نظامی خودشان در افغانستان بوده شاید نقشه داشته باشند. ایران هم از جمله بود در اون زمان آقای ظریف وزارت سمت وزیر خارجه ایران را امام بود. درست است که در کشور ایران مانند همسایه دیگر افغانستان نقش در این کنفرانس داشتن، ولی این کنفرانس نتواند جوابگوی خواست اراده مردم افغانستان باشد، چنانچه که آقای ظریف ادعا میکنه که حکومت بعد از کنفرانس بن مطابق با خواست اراده مردم افغانستان بود. نخیر نه، اونجا فقط با اشتباه یک امریکایی انجام دادن، فقط نتانایی که طالبان را ساقط کردن در بحث شریک سیاسی بعدی خود نپذیرفتن در افغانستان، سایر نیروهای ملی مترقی و احزاب دموکراتیک در افغانستان وجود داشت، شخصیت‌های سیاسی مستقل حضور داشتن یا در داخل یا در خارج، آنها را هم از نظر دور انداختن، فقط با جمع از گروپ های نماینده های مجاهدین که از طرف طالبان شکست خورده بودن و دوباره پاکستان و کشورهای غیر متعهد بودن، این را جمع کردن و با سرمایه گذاری روی از اینا تا فکر میکردن که میتونن دوباره یک حکومت مردمی را در افغانستان با نظم با ثبات تشکیل بکنن. البته در جمع از اون یکی از تکنوکرات های غربی هم شامل ساختن. درست. ولی ما دیده که زمان این کنفرانس متاسف هم نتایج خوب بر افغانستان نداشت. در این مصاحبه و در قسمت از صحبت های جواد ظریف تاکید روی از این میشه که ایران در آن زمان به منافعی که داشت دست یافته. منافع ایران در آن زمان چی بود و چه چیز را تانست که در صحنه سیاسی افغانستان تغییر بده؟ ببینید هر کشوری که میخواد به افغانستان همکاری بکنه یا کمک بکنه یا تغییر وضعیت بیارن بیشتر روی منافع خود بده. در اون زمان هم که وقتی ایران خطر بسیار شدیدی از جانب طالبان تصور بود که گویا اگر این رژیم ادامه پیدا بکنه و عملات تروریستی همان گونه که بر امریکا انجام شد شاید به ایران و کشورهای منطقه و جمله ایران هم انجام بپذیره، اینها تانستن در امنوایی تقریبا با کشورهای غربی بعد از این واقعه که حکومت نظام دور اول طالبان را شکست بده. یکی از اهداف کشور ایران در اون زمان این بود که افغانستان از شر حکومتداری طالبان نجات پیدا بکنه یا حکومت دیگه که جاگزین باشه و بستناد آقای ظریف حکومت مورد دلخواه مردم افغانستان باشه جابجا کرده تا از خطر حمله به ایران از جانب طالبان در اون زمان جلوگیری صورت گیرد. یکی از اهداف بزرگ این بود. دومی که اینا میخواستن با تشکیل یک حکومت مورد مطابق با مایل و اراده خودشان و برآورده شده اهداف سیاسی ایران در افغانستان باشد
با سرمایه گذاری روی اون گروپ های مجاهدین که قبلا اینا با اون ارتباط داشتن هم تانستن نقش خوبی را در تشکیل حکومت با امور چهره ها با امور های گذشته نقش را بازی بکنن که از طریق اونا ایران طبعا به منافع خود رسید و چیزی که ایران میخواست متاسفانه در حکومت های قبلی همین گونه بود و هیچ حرف مثلا کشورهای دیگه به جز ایران، پاکستان و کشورهای منطقه که نقش مهم را در تحقیق جوابات در داخل حکومت داشتن اعتاب خود رسیدن. فکر نمی کنین که همچون مورده که مطرح میشه یا همچون مورده که افشا میشه بعد از بسیار وقت ها نشان میده که همسایه ها در افغانستان بندازه کافی مداخله کردن و بیشتر تانستن که منافع خودشان را با بی‌ثبات کردن افغانستان به دست بیارن؟ دقیقا همانی سبچینه متاسفانه هم کشور افغانستان بنابر موقعیت سخول جیشیه که داره معاملات جیوپولیتیکی که داره متاسفانه باید بگویم که ما دارای همسایه های خوب نبوده و نیستیم به خاطر از اینکه همسایه افغانستان هیچگاه خواستار با وجود آمدن حکومت ثابت یک نظام قوی نظام مردم سالار مبتنی بر اراده مردم مبتنی بر حاکمیت قانون در افغانستان نیستند و اینا خواستن و توانستن توسط اجنتای خود توسط نیروها احزاب و سازمانهایی که در زمانهای مهاجرت افغانستان در دهه 80 اینا ایجاد کرده بودن تمویل و تجهیز میکردن توسط اینا به اهداف خود برسن و متاسفانه که می اهدافشون تا امروز هم ادامه دارن و هیچگاه کشور ایران یا پاکستان اینا کشورهایی نیستن که بخواهند در افغانستان نظم صلح و ثبات باشه بلکه کوشش کردن که دامنه جنگ ناامنی برادرکشی بی‌اتفاقی و بی‌نظمی در افغانستان سازماندهی بکنن تا از طریق ادامه همه بی‌نظمی ها و بی‌ثباتی در افغانستان اینا به اهداف خود برسن در حالی که اگر افغانستان دارای یک حکومت واقعا مقتدر مبتنی بر اراده مردم آرای مردم ها مبتنی بر احکام قانون اساسی با وجود باید حدود و سطور این کشورها حق مداخلشون کوتاه‌تر میشه به خاطر پاسدار چنین یک دولت در افغانستان نیستن. چی فکر میکنین شمال سیبا یا همین مداخله ها و همین دست درازی ها حتی در چگونگی تشکیل حکومت ها تا هنوز هم در افغانستان ادامه داره؟ کاملا این مسئله هویداست. امروز هم ببینید با وجود او دشمنی که در زمان دور اول با طالبان داشتن حکومت جمهوری اسلامی ایران امروز یکی از مدافعین سرسخت حکومت سرپرست فعلی افغانستان است و روابط بسیار تنگ و تنگ به خاطر دارند که اهداف خود را میتونند توسط گروه ها حتی در زمان جمهوریت ما شما شاهد هستید که یکی کسانی که بسیار ارتباطات نزدیک با طالبان داشتن در اون زمان کشور ایران و بعد از بقدرسن دوباره طالبان این مناسبات حفظ شده و ایران هم به خاطر منافع خود و دست آوردن اهداف خود در افغانستان و همچنین از طریق افغانستان به کشورهای منطقه داره در حالی که خود به تحریم‌های بسیار بزرگ اقتصادی و سیاسی گرفتار است فقط رای که میدانه ایران به اهدافش چه از نگاه تجارتی و اقتصادی و سیاسی برساند افغانستان است و همین دلیل است که اهداف کشورها متاسفانه بسیار مداخله‌گرانه بوده با وجودی که افغانستان هر حکومتی که در افغانستان با وجود آمده دست دوستی و قوت صمیمیت و عدم امور داخله در امور دیگر با کشورها پیشنهاد کرده اما متاسفانه که از جانب کشورهای همسایه ما این مسئله بسیار کم شده شد چنانچه ما شاهد واقعی بسیار خطرناک و خشن دشمنانه هم از جانب حکومت‌های ایران و همچنان بخصوص پاکستان هستیم هیچگاه اینا نخواستن با افغانستان دست دوستی پیش بکنند و به خاطر عل و معضلات و کشمکش‌هایی که میان افغانستان و کشورهای همسایه اگر چه مسئله مهاجرت است چه مسئله حضور مهاجرین افغان در کشورهاشون چی مسئله خط فرضی دیورند و سایر مسائل سرحدی با ایران است نخواستن که اینا از راه مذاکره تبادل مثلا حیات های از نگاه سیاسی و دیپلماتیک حل کرد و همین خاطر هم اینا کوشش میکنن به این مداخلات خود ادامه بدن و نقش خود در تعیین حکومت های بعدی افغانستان هم میخوان و اون خاطر است که اینا در تلاش برهم زدن سلسله در افغانستان هستند. سپاسگزارم آقای شمال از اینکه در بحث ما بودین.